بین جنرال اسکات میلر و جنرال عبدالرشید دوستم چه اتفاقی رخ داد؟ با من رضا پورکیان از شنیدن نکسون پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکسون پلاس خوش آمدید. جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان و اسدالله خالد، سرپرست وزارت داخله کشور، روز دوشنبه 11 قوس با دیدار جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به ولایت جوزجان رفتند. جنرال دوستم که چند روز پیش با جدیت اعلام کرد که اگر ارتش مردم را با قنداق بزند، ما با مرمی میزنیم و نتیجه تقلب را نمیپذیریم. جنرال حتی میگوید انتخابات یک موضوع پیش پا افتاده است و ما روی موضوعات مهمتر صحبت کردیم. او از کمیسیون نیز میخواهد تا خودش تصمیم بگیرد که آرای بدون بایومتریک و تقلبی طبق طرز العمل مداره اعتبار است یا نه. ارگ هم که از مدتی به این سو قیصاری را علیه جنرال دوستم تجهیز کرده بود، دوباره حکم بازداشتش را صادر کرد. اگرچه سخنگوی دوستم میگوید اسدالله خالد را هشدار داده که ارتش را با مردم رخ نسازد و ضیا شهریار یک گزارشگر بی بی سی و استاد محقق نیز نوشتند که جنرال دوستم گفته حرف آخر در مورد انتخابات را با دکتر عبدالله عبدالله و دوستان کابل صحبت کنید. جنرال اسکات میلر از جنرال دوستم خواسته است از هوادارانش در فاریاب و جوزجان بخواهد تا مانع کار کمیسیون انتخابات نشوند. گفته می شود میلر در بدل این همکاری به دوستم وعده داده است که حکومت آینده به وی رتبه مارشالی خواهد داد. جنرال دوستم نیز گفته است که در موردش فکر خواهد کرد. جنرال دوستم در حضور داشته فرمانده کل قوت‌های خارجی بار دیگر به اسدالله خالد گوشزد کرد که نظامیان حق مداخله در امور انتخابات را ندارند. محور اصلی نشست امنیت شمال بوده است. اما یک کمیشنر کمیسیون شکایت انتخابات نیز در این جلسه حضور داشته و برخی نگرانی خود را از تقلب‌های انتخاباتی و مداخله نظامیان ابراز کردند و جنرال دوستم به اسدالله خالد گفته است که اوضاع امنیتی آشفته است و همه باید در فکر نابودی دشمن باشیم. نظامیان نه وقت مداخله در امور انتخابات را دارند و نه هم اجازه این کار را. آقای تنج همچنان نوشته است که جنرال دوستم در این دیدار از روند صلح افغانستان اعلام حمایت کرده و بر شفافیت در روند انتخابات تاکید کرده است. از سوی هم او گفته است که جنرال اسکات میلر دو مدال به معاون اول ریاست جمهوری اهدا کرده است. با گفته تنج یکی از مدال‌ها مربوط به قهرمانان نیروهای امنیتی افغانی و مدال دومی نیز از آدرس سازمان ناتو به پاس خدمات آقای دوستم به او اهدا شده است. سفر دو مقام ارشد امنیت ناتو و افغان به جوزجان و دیدارشان با عبدالرشید دوستم در حالی صورت گرفته است که اخیراً تنش‌های انتخاباتی افغانستان میان تیم انتخاباتی ثبات همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله و کمیسیون مستقل انتخابات بالا رفته است. عبدالرشید دوستم در این انتخابات از آقای عبدالله حمایت می‌کند. او در راه اندازی تظاهرات هواداران تیم ثبات همگرایی که در تخار و فاریاب راه اندازی شد نیز نقش اساسی داشته است.
نظر شما در این مورد چیست؟ لطفا نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چنل یوتیوب نکست وان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.